من درباره عشق امروز صحبت میکنیم و استاد عشق مهمان برنامه است. تعریفی که او از عشق میکنه، معنایی که به عشق میده، البته برای عده‌ای از شما آشناست. در برنامه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونیش این استاد در این باره صحبت کرده، ولی به عشق یک شکل و شمایل دیگری داده. میهمان ارجمند برنامه امشب دکتر فرهنگ هولاکویی است. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. بسیار سپاسگزارم از لطف و محبتتون و خدمت بینندگان خوب عزیزم سلام عرض می‌کنم. داشتم قبل از شروع برنامه از شما پرسیدم که کی سفرتون آغاز میشه، برای اینکه من فکر نمی‌کنم من اصلا قصد داشته باشم تو این دنیایی که داعش و ماعش و همه اینها همه جهان رو گرفتن، اگه یه فرصتی برام پیدا بشه که چند جلسه‌ای درباره یه همچین موضوعی، من نمی‌دونم داعشی ها مثلا عشق می‌فهمن یا نمی‌فهمن، ولی به هر حال برای همه ما، برای همه مردم دنیا به نوعی مسئله است و یه چیز روشنی است که در این حال مجهوله و کسی نمیدونه که از چی داره صحبت میکنه. برای بسیاری از مردم در خدمتتون باشیم. دکتر فرهنگ هولاکویی به من گفتن هفته آیندهم خواهند بود و بعدش سه هفته ایشون نخواهند بود، به سفر خواهند رفت. کجا تشمیه دارید؟ من البته کروز 14 روزه است، ولی جمعه 27 اسلو هستم، شنبه و یک شنبه 28 جون استکهلم هستم، شنبه 5 جولای در دانشگاه کلن هستم، یک شنبه 6 جولای دانشگاه فرانکفورت و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای در دانشگاه لندن. دانشگاه اسلو هم اولین برنامه من از 14 سخنرانی دارم. در این حال هم یک کروز 14 روزه است، من از کشتی پیاده میشم و سوار میشم و یه سری به دوستان خوب و عزیز اونجا میذارم، برای که به هر حال همیشه باعث خوشحالی ما بشه. هیچ وقت جا نیست وسط ها که مثلا فرض کنید شما برید شهر رو بگردید. من علاقه به گردش، من آدمای تو شهر رو دوست دارم و با اونا خوب و خوشم، با در و دیوار و اینا خیلی سلیقه و فهم اون چیزا رو ندارم. خب دکتر بریم سر اصل مطلب. خواهش می‌کنم. این عشقی که شما در جلسات متعدد، در سخنرانی‌های متعدد، در ویدیوهایی که ازتون هست که کم هم نیست، تصویر میکنید، یه مقداری با اون تصویری که ما داریم از عشق عموم مردم دارن متفاوته. قبل از برنامه گفتم آقای دکتر شما یه شکل دیگه ای به عشق دادین. عشق شما خیلی هم با صنایع مستظرفه ما، با این چیزایی که تو مینیاتورهای ما میکشن اینا جور در نمیاد، یه خورده سخته. اصلا بگین عشق یعنی چی؟ خب بذارید یه توضیح عرض کنم. اولش این است که آیا چیزی به اسم عشق وجود داره یا نه، و خوشبختانه امروز میدونیم عشق وجود داره. علت وجودیش هم این است که اگر یه آدمی عاشق باشه و شما ببرید زیر دستگاه MRI بگذارید، مغزش به گونه ای خودشو نشون میده که نشون میده عاشقه. بنابراین اگر کسی به شما گفت عاشق تو هستم، بهش بگید بیا بریم MRI، و ببرتش زیر دستگاه MRI، اونجا نشون میده راست میگه یا دروغگوه. فقط دوتا اشکال داره، فقط نشون میده عاشقه، معلوم نیست عاشق شما باشه یکی دیگه، و دومی که اگر قبلا رفته کوکائین مصرف کرده، اون ماده کشنده مخدر، دقیقاً حالتی که در مغز هست اینقدر شباهت به کوکائین داره که قابل تفکیک به راحتی نخواهد بود. پس بنابراین از نظر علمی یه واقعیتی به اسم عشق وجود داره، یه احساسی است که ویژه است، استثنایی است و منحصر به فرد، اسپشیال، اکسپشنال اند یونیک. بنابراین امروز ماجرای عشق یه بحث و گفتگو نیست، یه واقعیتی است که میشه با دستگاه‌های دقیق علمی نشون داد. همطور که شما اگر الان عکس یه آدمی رو یا MRI مغز یه آدم افسرده در بیارید، میشه فهمید افسرده است. شما من 20 تا عکس رو نشون بدید، یکیشون مثلا پست تروماتیک استرس دیسوردر داره، میشه دید. اگر وسواس داره، ابسشن هست، OCD ابسسیو کامپالسیو دیسوردره، میشه دید. بنابراین ما امروز یه دستگاه و ابزاری داریم که میشه عشق رو دید نتیجتاً، چون اولین موضوع مهمی است که چیزی به اسم عشق وجود داره. حالا ای بخواید میتونم تعریفش هم بکنم. بنابراین چشم، ولی با این ترتیب که میگید اگر کسی آمد از بنده که گذشته، فرض کنید به این پیمان ما، همکار فنی ما،
کارگردان جوان و خوش قد و بالای ما اظهار عشق کرد و پیمان دچار شک تردید شد، باید ببرتش این کلینیک بغلی امارایشو بگیر. دقیقاً. و از شما هم نگذشته با این برنامه خودتون یه سری شما از عشاق دارید، بنده از یه تعدادشون خبر دارم، امیدوارم خانم هم نشنون. بله از همون که ولی واقعا میگم واقعا تا این حد میشه اعتماد کرد به این آزمایش ها؟ دقیقا، برای که تفاوت رو نشون میده. شما آدم افسرده رو با شما آدم افسرده داشت بشه به دستگاه به 100 نفر نشون میده متخصص این کار میگن افسرده است بدون که بیمار رو دیده باشن. درست بس که شما عکس شکستگی پای من شما رو برن به هر ارتوپدی نشون میدم که پا شکسته. وقتی که یه چیزی با این دقت هست پس یه مسئله است و بالاترین مرحله احساس انسانیه. پس بنابراین شما دارید روانشناسی رو وارد یه مرحله و رفتارهای انسانی رو وارد یه دارید میگید که تا چقدر میتونه از دانش در علوم تجربی و این حرفا بتونه استفاده کنه و از تکنولوژی امروز بتونه استفاده کنه برای اینکه نمیدونم عشق چیه، عشق رفتاره یا حالت، همه اینا رو تبیین بکنم. بله اینو دارید میگید. بدون تردید روانشناسی، روانپزشکی، ولی بالاتر از همه نورولوژیه، یعنی بحث مغز، سیستم عصبی و سلسله اعصابه. برای این شما با یه واقعیت نورولوژیست روبرو هستی یا یه نورولوژی روبرو هستی. به اینجاست که یه نورولوژیست بیش از هر کس دیگه میتونه به اون عکس نگاه کنه یا کسی که متخصص این کاره بگه من در اونجا اون علائم و نشانه هایی رو میبینم که در یه آدم عاشق هست. و علتش این است که برای من بسیار مهمه که بدونیم یه احساس واقعی است. این موضوع ما چون ببینید غالبا گفتگوی عشق دو تا جنبه داره، یکی اینکه یه عده هر چیزی میگن و حرفه، یه عده هم یه چیزایی میگن که اصلا عشق قابل تعریف نیست، قابل توصیف نیست، اگر بخوای بنویسیش قلم میشکنه، کاغذ پاره میشه و از این حرفا. خب من این چیزا رو نمیفهمم، بعدم چیزی که بنویستش یک قلمو بشکنه و کاغذو پاره کنه یا اصلا نشه توصیفش کرد، خب دیگه بذار ولش کنیم. ولی از نظر من چنین نیست. وقتی میشه با این دقت دیدش، علائم و نشانهاشو میدونیم، حتی مراحلشو میدونیم. من معتقدم یه مراحل، حالا میشه تقسیم کردم که این طرح طبقه بندی است، یه مراحل نهگانه داره، مثل یه کودکی است شکم مادر، میرسم اونجا شکم مادر، یعنی اینقدر واقعی است. اول میخوام اینو روشن کنم برای که بدونین من با یه توهم و تصور عجیب و غریب روبرو نیستم و ضمناً عشق رو تو مغز آدم و در انسان میدونم و میبینم. بنابراین این مقدمه رو برای اینکه تمومش بکنیم، در علم روانشناسی و شناخت رفتارهای انسانی، حالا دانش نورولوژی میاد به کمک روانکاو، میخواد روانشناس، و من بعد دیگه فقط بر اساس گفتار نیست که یه نفر بگه یکی بشنوه و فقط بخواد از تاکتیکای غیر علمی یا سنتی روانشناسی استفاده کنه برای رسیدن به حقیقت. میتونه اوردر بده، میتونه بخواد که این امارای ها رو داشته باشه، اینا رو بتونه نگاه اینه. درست میگم جناب فروزنده؟ بذارید راحتتون کنم، یه روزی حتما چیزی نه به اسم روانشناسی وجود داره و نه روانپزشکی، فقط نورولوژیه، برای که همه چیز تو مغز ماست. من و شما تفاوتون با موجودات دیگه یا حیوانات و با هم دیگه فقط تو مغزه، هیچ جای دیگه نیست، همه چی اونجاست. الان مغز من و شما را اگر توانایی علم باشه میشه گفت شما فارسی انگلیسی بلدید یا یه زبون دیگه، یکی ژاپنی و چینی بلده، یکی بلد پیانو بزنه، یکی بسکتبال بازی میکنه، یکی اصلا والیبال رو دوست داره. همه اینا رو مغز نشون میده. من و شما هیچ چیزی جز اون مغزه نیستیم، اضافه رو کاری نداره، ولی در جان فیزیکی و مادی همه چی اونجاست. و یه روزی شما تشبر بگید من علاقه به موسیقی ندارم، یعنی این قرصا رو بخور علاقه پیدا می‌کنی. یه روزی میگید من میخوام بسکتبال بازی کنم اشتیاق ندارم، میگن این قرصا رو بخور میتونی. ما وارد این حریم شدیم در بسیاری از زمینهایی که به بیماری‌ها مرتبطه یا به حالات ما. این همون چیزیه که در طول تاریخ مردم از مواد مخدر استفاده می‌کردن، غم رو به شادی تبدیل می‌کردن، حال حساسیت رو به بیخیالی تبدیل میکردن. امروز حتی میشه به شما و به من قرصی داد که افسرده بشیم، میشه قرصی داد که اصلا احساس نگرانی و استراب نکنیم یا درست برعکس مضطرب و نگران بشیم. یعنی ما در دنیایی داریم حرکت میکنیم که چون این 100 میلیارد سلول مغزی و 1.5 تریلیون کانکشن مغزی است که من و شماییم و اونجا هم گرفته نشسته، کارش هم نمیشه کرد. آیا هستالی میتونین الان تصمیم بگیرید من یه دقیقه بعد که حرف میزنم فارسی نفهمید؟ شما ممکنه فارسی حرف بزنید ولی نمیتونید نفهمید.
برای که اونجا تو وجود شما نشسته. کجا نشسته؟ تو مغز. دست منو قطع کنن هیچی نمیشه، پای منو قطع کنن هیچی نمیشه. قلب آدما رو بردن و عوض کردن و فرقی نکردن. قلب زن و جای مرد، قلب آدم 20 ساله جای 60 ساله گذاشتن، فرقی نکرده. مادرشو همون گونه دوست داشته، با همسرش اون گونه رابطه‌ای داشته. بنابراین همه چی اونجاست. اتفاقاً یه گرفتاری عشق اینه که فکر کنیم به قلب مرتبطه. قلبا رو بردن عوض کردن، عشق آدما عوض نشده، احساس خوب و بدشون عوض نشده. همه چیز مغزه. من شما غیر از اون نیستیم و اونه که داریم میشناسیمش و به همین جهت است که به تدریج این علوم دایره بسته پیدا می‌کنن. این که هستالی می‌فرمایید این است که یه مغز اینجاست، شما از دید روانشناسی بهش نگاه می‌کنید یا روانپزشکی که مشترک روانشناسی و پزشکیه، یا میره سراغ نورولوژی. اون کسی که متخصص اعصابه به این مغز دسترسی داره. ما یه طرح تقسیم علمی انجام دادیم، تفکیک کردن، درست مثل اینکه هستالی رو قسمت چشمتون رو یا عقایدتون رو یا احساساتتون رو یا دانش فرض کنید فیزیک و شیمیتون از بقیه بدنتون جدا کنن، ولی آخر کار هیچی نیست غیر از شما و این شما هم هیچی نیستید غیر از مغزتون. و به همین دلیل است که یه روزی بدنی که اونن هم کبد عوض کردن، کلیه رو عوض کردن، قلب رو عوض کردن، آدم ها فرقی نکردن، اما اگر یه روزی یه ذره دستکاری کنن تو مغز، حتی شما یه قهوه بخورید آدم متفاوتی میشید، یه ذره مشروب بخورید آدم متفاوتی میشید، یه ماده مخدر یا یه دارو استفاده کنید یه آدم دیگری میشید، برای که رو مغز شما اثر میذاره. برگردیم سرش اصل قضیه، عشق چیه؟ تعریف عشق از نظر من ساده است. عشق یه احساس و هیجانه. اول it's a feeling and emotion. میتونم بعدا راجبش صحبت کنم. متفاوت با حس sensation، متفاوت با عقل. it's a feeling and emotion. اما احساس و هیجانیست که نتیجه چیه؟ نتیجه شناخت دوتا آدمه. این مهمه، یعنی بالاترین احساس از آگاهی و شناخت به دست میاد. این رو مطالعات رو بچه های 2-3 ساله هم نشون میده که بچه 2-3 ساله بیشترین حال و هیجان رو از فهمیدن پیدا میکنه. اینی که اینقدر کنجکاوه، اینی که خواهد از همه چیز سر در بیاره، این که چشمش این ور اون ور میدوه، این که همه وسایل آشپزخونه رو میریزه تو آشپزخونه، این که همه لباسا رو از تو گنجه و از توی جایی که داره در میاره، برای که بخواد بدونه. بنابراین عشق یه احساس و هیجانیست که نتیجه شناخت و آگاهیه. دوتا انسان از هم اونا رو به جایی میرسونه که راحتی اون آدم بنازه راحتی خودش، خوشبختی اون آدم بنازه خوشبختی خودش، غذای اون آدم به اندازه غذای خودش، خواب او به اندازه خودش براش اهمیت پیدا کنه. هیچ چیز عجیب و غریب هم نیست. مثل درد این دستم در مقابل این دست، درد این چشمم در مقابل اون چشم، آرامش این چشمم بعد از درد و یا آسایشش با اون یکی. به همین دلیل وقتی شما عاشق میشید هیچ اتفاق عجیب و غریبی نمیفته، قلم و کاغذی هم پاره نمیشه و نمیشکنه. یه حالی شما پیدا میکنید که اون آدم درست مثل خودتون میشه. مفهوم عشق اینه. تازه از نظر علمی یه جای دیگه میشه نشونش داد. من و شما در زندگیمون اون خود یا من یه خبره در خودآگاه که بیشترین انرژی روانی متوجه است. یعنی بنده از صبح تا حالا که اینجا خدمتتون هستم ای بسا 10,000 بار به خودم به گناهی مختلف فکر کردم، 10,000 بار، در حالی که فرض کنید به بچه‌هام شاید 70 بار فکر کردم، به مادرم شاید 2 بار، به یخچال خونم ای بسا هیچی. روزی که شما عاشق میشید اونم میره تو مغز شما، میگیره میشته، همیشه مقداری از انرژی روانی رو میخواد. یعنی هر جا فرصت کنین شما میری سراغ او. ای کاش اینجا بود، ای کاش اونو میشنید، ای کاش اینو براش بگیرم، اینو براش بگم یادم باشه میخنده، اون یکی رو نگم ناراحت میشه. یعنی تمام مدت یادم میاد تو ذهن شما میشینه. بنابراین اگر شما یک کسی رو 2-3 روز یادتون رفت، بعد از 2-3 روز تلفن برداشتید گفتید خیلی کار داشتم نتونستم به تو تلفن کنم، باید ببینید عاشق نیستید. درست پس که آدم از خودش بی خبر بشه. شما با این تعبیراتتون خیلی خانواده ها رو به هم می‌ریزید. امیدوارم بفهمید. برای که ما از طریق به هم ریختگی خونه هاست که زندگی میکنیم. چون شما بی‌فرمایید من از این چیزا نترسونید جناب فروزنده. یعنی عرض من این است که عشق یه feeling and emotion که نتیجه شناخت و آگاهی است که ما رو به اونجا میرسونه. به همین جاست که من معتقدم چون شناخت و آگاهی دو نفر به نظر من در حالت عادی معمولی کمتر از 500 ساعت گفتگو صورت نمیگیره، معتقدم دو تا آدم همین جوری، برای که به نظر من یه وقتی میخواد برای این کار. شما بگید 400 حرف زدم، بگید 300 حرف زدم، یکی بگه 800 حرف زدم. من تو زندگیم باید عدد بدم، چون همیشه باور من این بوده که علم نه، باور من چیز دیگه بوده که به غلط مفید بهتر از راست بیفاید است.
شما روزی که میگید یه جهت میدید، به همجه از که حرفم این است که شما مدعی هستید کسی رو دوست دارید به من نشون میدید کاملا این آدم رو میشناسید. این شناسایی هم به نظر من برای آدم ها طول میشه تا با یه مقدار آگاهی. بنابراین عشق نتیجه یه شناخت و آگاهی است که ما رو به یه احساس میرسونه. جالب این احساس اینه که عرض کردم اسپشیاله، یعنی اصلا با هیچ نوع احساس دیگه ارتباطی نداره. عشق نداره، استثنایی است، یعنی یه چیز کاملا بررسه. اما مهمترش یونیکه. میدونید مثل چی مونه؟ هستاله اگر تشبه دم در مدرسه فرزندتون و بخواید بچه 8-9 سالتون رو بردارید، فرزندان شما بزرگن 8-9 ساله رو بردارید، شما فقط اونو میخواید، نمیدید بگید این بچه که خیلی بهتر از پسر من یا دختر من تو بیا بریم، فقط اونو میخواید. بنابراین عشق یک که خواهه، دو نفر و چهار نفر رو با هم نمیشه عاشق بود. و من عشق رو فقط رابطه میان زن و مرد میدونم، عشق مادران و پدران و اینا نمیفهمم، برای که اون ارتباطی به عشق نداره. اون یه نوع مهر و محبتی است که نمیخوام بگم کمتر از عشقه، ولی متفاوت از عشق. وقتی صحبت از عشق میکنم مربوط به زن و مرده. چرا؟ برای که ریشش تمایل جنسیه. چرا؟ برای که به طول تولید مثل مرتبطه. چرا؟ برای که به امنیت و آرامش مرتبطه. چرا؟ برای که به رشد و لذت مرتبطه. و اینا رو از نظر مغز کودک میدونیم. شما یه مغز بچه 7-8 ماهی تو شکم مادر میبینید تمایل جنسی همراه با مسئله سروایور، با مسئله تولید مثل، با مسئله امنیت، با آرامش، همه اینا تو هم گره خوردن تو جنین. و به همجه است که پیشرفته ترین قسمت مغز وقتی کودک به این دنیا میاد. برای که مسئله تولید مثل، یادتون باشه قانون خلقت حفظ و انتقال ژنه، و اینه که مسئله جدی است و از آغاز هست. اینه که اون کسانی گفتن علت خلقت عشقه، همه ی مکانیزم خلقت عشقه، هدف خلقت عشقه، حرف بی خودی نگفتن. برای که همه چیز جاذبه و جذبه، ما به سمت هم کشیده و کشانده میشیم. کودک تو شکم مادرش یاد میگیره یک چیز رو برای زنده بودن و اون مک زدنه. برای که وقتی به این دنیا میاد بتونه سینه مادر شیشه شیر رو پیدا کنه نمیره. برای زنده بودن فقط و فقط یک مهارت میخواد و اونم مک زدنه. و این مک زدن از یه چیز دیگری است. و از همینجاست که کانکشن ها پیدا میشه. یه زن وقتی حامله میشه اکسیتوسین مغزش تبدیل به یه تغییراتی در مغزش میشه که یه نوع احساس ارتباط و کانکشنی میکنه که قبلا نداشته. طبیعت همه اینا رو حساب شده گذاشته اونجا. من و شما چجوری میتونیم فرزند بیاریم؟ یه زن و مرد باید در هم بیامیزن و بعد ژن سالم، ژن غالب باشه تا فرزندی متولد بشه. طبیعت یا خدا یه جایی گفته من از طریق تکثیر انسان به وجود نمیارم، من از طریق ترکیب دو تا آدم، آدم سوم به وجود میارم. و بعدم آمده شرایطی فراهم کرده که این موجودی که یک روز نمیتونه بدون مواظبت و مراقبت زندگی کنه، شرایطی فراهم کرده که او زنده بمونه. و ماجرای مهر مادری و مواردی از این قبیل اونجا پیدا میشه. و تغییرات بدنی رو میدونیم، حتی میدونیم بدن یک زن چگونه آماده است که تا 6 ماه حتی در شرایط سخت بتونه همچنان به فرزند شیر بده، برای که ذخیره‌ای لازم رو داره. حتی میدونیم اگر یه مادر بمیره تا مدتی به بچه شیر رو میتونه بده یا بچه میتونه از اون شیر بخوره. حساب شده است این کارا. همین جوری ماجرا به وجود نیومده. بنابراین قصه عشق که در انسان که بهش میرسم یه پدیده جدی است، تو حیوانات به صورت غریزه جنسیه، به صورت اینستینکت، سکچوال اینستینکت داره کار میکنه. نه تنها توی حیوانات، تو گیاهان، درختها میوه دارن، میوه ها خوشبوان، میوه ها برجستن، میوه ها رنگ دارن، کنارش برگی دست تکون میده که پرنده بیان بخورن تخمشو پخش کنه. از نظر علمی گفته میشه قانون و قاعده اصلی و اساسی حفظ و انتقال ژنه. خلقت فقط اونجاست که دیوونه میشه. در طبیعت اگر یه کاری با 5 بشه انجام بدن، با 6 نمیدن، ولی وقتی میرسه به تولید مثل طبیعت دیوونه میشه. توی رابطه جنسی یه مرد عادی تا 200 میلیون اسپرم، یه ماهی برخی از وقت 10,000 تا تخم میذاره برای که یه دونه باقی بونه مثل خودش. طبیعت اونجاست که گفته این قانون خلقت باید ادامه پیدا کنه. پس بنابراین اینجا هیچ قاعده و قانونی وجود نداره جز اینکه من نتیجه میخوام. 200 میلیون اسپرم تو هر رابطه جنسی، هر زن 10,000 تخمک داره برای که فقط دو تا بچه درست بشه که پدر مادر که رفتن دو تا جای او رو بگیره و جمعیت یا نسل تداوم پیدا کنه. اینو توی گیاه دارید،
تو حیوان دارید، تو انسان دارید. این موضوع موضوع جدی هستن. اینا چیزایی نیست که آدما برگردن بگن قبول دارم قبول ندارم، خوبه بده درسته، مگر اینکه آدم طبیعت رو نادیده بگیره. شما به گیاه نگاه میکنین قاعدش اینه، به حیوان نگاه میکنین از تو انسان هم هست. فقط در انسان دوتا تفاوت داره، غریزه نداره، سکچوال درایو داره، کشش یا سایقه‌های جنسی داره، اما به گفته فروید به زیباترین صورت ممکن عشق والایش یا سبلیمیشن میل جنسی، یعنی وقتی میل جنسی به ظریف‌ترین و لطیف‌ترین صورت خودش در میاد میشه عشق، و این بالاترین مرحله احساس فیلینگ اند ایموشن انسانه. این یه مرحله استثنایی است و از انسان یه موجود دیگری میسازه که در هیچ جای دیگه طبیعت نیست. یعنی این اون مفهومی است که میشناسیمش، و من عشق رو اینگونه میبینمش و با عشق در دنیای به نظر من علمی اینگونه برخورد میشه، نه اینکه با تصورات و تفکرات شاعرانه و هر مطلب دیگری که میخوام بگم، نه اینکه اونا عیب و ایراد دارن، اونا یه نوع توصیف و تشریح هستن که شما از ماه میکنید. نه، برای مجبور میشید کار داشته باشید، برای اینکه شما اصلا معتقدید عشق یه پدیده جدیده، یعنی دارید میفرم اگر کاملا حرفتون درسته، عشق پدیده جدیده، معتقد تمام این ادبیات ما و همه این فرهنگی که داریم و این هم من باز این عشق گفتن، ظاهرا اصلا مرادشون این عشق انسانی نبوده. نه، یه تفاوتاتی داره جناب، بذارید یه توضیح عرض کنم. عشق در انسان به دو صورت دست میده، یکی شما هنر عشق رو آموختید که لازم شد عرض میکنم یا تو جلسات دیگه، یکی وقتی که یک زن و مرد به سمت هم کشیده و کشانده میشن، تغییراتی در مغزشون، همون مغزی که عرض کردم، یعنی نوعی در حقیقت دوپامین ترشح میکنه که برای مدت اون حالو پیدا میکنه. بنابراین همه ما به صورت عادی و طبیعی، خدا یا طبیعت اومده یه اشانتیون، یه نوع عشق گذاشته، ولی بیشتر از چند ماه معمولا طول نمیکشه. اینی که آدم عاشق میشن فارغ میشه، بار دومش هم کمتر میشه، مثلا اگر اولی 8 ماه بعد میشه 4 ماه، یه دفعه دیگه 2 ماه بعدن ظرفیت عشق من و شما تموم. مگر کسی که عشقو آموخته که بهش میرسم 80 سال هم میتونه داشته باشه. حالا بزرگان ما اینو دیدند که در دوره مثلا جوانیشون به سمت یه زنی که بیشتر این بزرگان مثلا ما که حالا اشاره فرمودید مرد بودن دیگه، دیدن به سمت یه زنی این چنین کشیده و کشانده شدن، اون حال عجیب و غریب برام رفت، کم کم به این فکر افتادن از زمان افلاطون پس باید یه عشقی باشه حقیقی. این عشق حقیقی رو کجا باید پیدا کرد؟ بر اساس برداشت‌های قدیم در خدا. پس رفتن سراغ خدا، عشق از رو زمین دزدیدن بردن تو آسمان‌ها، یه دفعه عشق خدا مطرح شد، مطلبی که سر جای خودش شاید حرفی داشته باشه ولی در واقعیت هیچی نیست. نتیجه این شد که عشق رو بردن به آسمان. به اینجاست که من در سی دی یا دیویدی که مربوط یا سمیناری که داشتیم درباره عشق، یکی از عزیزان آقای دکتر رضا کلانتری نشاد، عنوان صحبتشون بود سیر عشق در جهان از عرش تا فرش، یعنی از آسمون اردیمش پایین. امیدوارم جسارت نباشه، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، میدونم خیلی ها با این حرف من راحت نیستن. شما اگر تمام اون اشعاری که فرمودی تو بیاری به دست دو تا پسر و دختر تحصیل کرده 30 ساله که برن عشق رو از اون طریق بیاموزند و بعدن زندگی زن و شوشون درست کنن، به جای خیلی نمیرسن. چرا؟ برای که اینا رفتن یه دفعه سراغ خدایی که هیچ کس راجبش هیچی نمیدونه. تا به امروز هیچ کس نه وجود خدا رو ثابت کرده نه رد کرده نه هیچی راجع به خدا گفته، یک لغت، یک جمله، اونی هم که گفتیم فقط یه تعبیر انسانی بوده بی‌معنی. بنابراین رفتن سراغ عشق اون، در حالی که این عشق زمینی دو تا اشکال داره، مال انسانه و ریشش هم تمایل جنسیه، از اونجا شروع میشه، تو مغزم از اونجا شروع میشه، با تولید مثل معنا پیدا میکنه. به همجاست که بالاترین مرحله رابطه دوتا آدم که از نظر فیزیولوژی و بیولوژی و ژنتیک و نورولوژی و روانی و بدن اجتماعی و به هر حال فرهنگی، ماجرای رابطه جنسی میان دوتا عاشقه. نمیخوام این نظم زیبایی رو که شما در بیانتون دارید به هم بزنم برخلاف عادتم، نه اختیار دارید، ولی این توضیحی که میدید بلافاصله، البته این سوال خیلی زوده ولی ناچرم همینجا سوال رو مطرح کنم، پس عشق دو همجنس به هم دیگه چطور میشه؟ اونجا این بحث رو مطرح میکنن که چون با تولید مثل مسئله داره جای گفتگو. علتش هست که معرفه در فهم عشق جای گفتگو، دقیقاً، برای که پایه ماجرا
در رابطه جنسی منجر به تولید مثل و تکثیره. یه کسانی که این بحثار کردن اونجاست. البته اگه دلتون خواست راجع به همجنسگرایی میشه صحبت کرد، بندم پروای از گفتگوش ندارم، ولی میخوام بگم وقتی که توی مغزی که ما عشق رو و تولید مثل رو و ارتباط خاص انسانی رو میبینیم، اینا همه تو هم گره خوردن، اونجا یه پاسخی باید برای این پیدا بشه. آیا توی این پیشرفت‌های علم نورولوژی تفاوت امارای وجود داره بین امارای یک زن و مرد عادی و دوتا مرد یا دوتا زن؟ نه، یه جور دیگه مطرحش بفرمایید. در یه آدمی که ادعای عشق میکنه با جنس مخالف با جنس موافق، به نظر میرسه تفاوتایی هست. تفاوتایی یعنی گفتگوها مطرحه. به همین جهت است که ببینید بسیاری از اوقات حالی پس که یکی از شاخصهای عشق جواب دادن به نیاز تولید مثله، بدون تردید موضوع اونه. ببینید شما یا باید طبیعت رو با چنین نیروی که مثلا 400 میلیون سال کوبیده و اون پایه مغز انسان رو درست کرده، یا 50 میلیون اومده سراغ قسمت بعدی، یا اینا رو هیچ بگیرید و اصلا فکر کنید اتفاقی نیفتاده، یا اگر اینا رو جدی میگیرید بعدن باید به کارکرداش توجهی داشته باشید. و ماجرای تولید مثل مسئله جدیست. جمله اون باز که قبلا عرض کردم تکرار میکنم چون مهمه. قانون اصلی و اساسی خلقت به نظر میسه دو تاست. یک، حفظ و انتقال ژنه، یعنی طبیعت همه کار میکنه که نسل به آخر نرسه. دوم، برای اینکه مسیر تکاملی داشته باشه آمده گفته آنچه که اسمش ژن سالمه ژن غالبه. یعنی اگر یک کسی با یک کسی ازدواج کنه، یکی یه صفت بد داشته باشه اون یکی نداشته باشه، صفت خوب اون آدم منتقل میشه. بنابراین ما مسیر تکاملی رو باز در تاریخ میبینیم. به همجاست که مسئله اِوولوشن یه معنای جدی داره، هم ماجرای از یه طرف تولید مثل، هم ماجرای دیگه مرحله تکاملی. و شما در جهان این رو میتونید از طریق تک یاخته‌ها بگیرید تا ترکیبای سلولی بزرگ، حتی در خصوص انسان با 300 میلیارد سلول، و یا هر پدیده دیگر. یعنی موضوعها یه مقدار اون بار رو داره. بله، به همجاست که گفتگوهایی رو میشه در اون حد و سطح داشت، و در نتیجه به نظر من ماجرای عشق یه ماجراییست که از این دید، چون خود هستالی هم اشاره فرمودید، از این دید که من بهش نگاه میکنم، من میتونم دید ادبی داشته باشم، دید عرفانی داشته باشم، حرفای دیگه بزنم، اونا رو میفهمم، کمی کمی هم با اونا آشنا هستم، ولی اونا گفتگویی در مطالبی که من صبح و غروب با دوستان، چه در بحث‌های رادیو تلویزیونی، چه کنفرانس‌ها، چه در ارتباط به مراجعین، حالا به عنوان مراجع مریض هر چی بخواید نامشو بذارید، صبح و غروب باش روبرو هست. شما وقتی میفرمایید که مفهوم عشق مفهوم جدیده، آیا این رو در رابطه با همین پیشرفت نورولوژی دارید بیان میکنید که میشه این رو دید، یا نه در مناسبات انسانی تفاوت‌های پیش آمده است که مفهوم تازه از عشق رو داره مطرح میکنه؟ وگرنه خب مسئله انتقال ژن و تولید مثل خب همیشه بوده. درسته کاملا، و بسیاری از آدم ها هم، میلیاردها آدم هم این کار کردن و ادامه دادن. درسته. خب سوال من اینه، شما دارید این میخوام بفهمم چرا میگید جدیده؟ بله، ببینید جناب فروزنده، بگذارید دو تا بحث رو میشه کرد. درست مثل نگاهی که 5000 سال قبل، 2000 سال قبل من شما راجب پدر یا مادر داشتیم. بله. امروز هم یه نگاه دیگری راجب پدر مادر داریم، ولی اصلا اون شکل و فرم قبلی رو نداشت. بریم سراغ بحثش. دو تا نکته یادتون باشه. یکی این که ما عشق رو داشتیم، اون عشق دوپامینی که مدت کوتاهی می اومده و می رفته، پس سابقه رو داره، و شاید هم علت این که سه دفعش حتمیه به خاطر اینکه طبیعت بخواسته حداقل دو تا بچه را بندازه که خاطرش آسوده باشه، ما با مشکل به اصطلاح ادامه نسل روبرو نیستیم. ولی بذارید اون رو بذاریمش کنار، بریم وارد این بحث به نظر من یه مقدار مهم بشیم. ببینید یکی از گرفتاریهایی که در میان بسیاری از جوامع، از جمله در میان آگاهی های توده و عامه مردم هست، این است که احساس و هیجان، feeling and emotion، خود به خود تولید میشه. به هیچ وجه درست نیست. احساس و هیجان نتیجه چهار تا عامل اصلی هست. یک، از حس. من شما رو میبینم از شما خوشم میاد، من شما رو میبینم غمگین میشم، من شما رو میبینم خوشحال میشم. یعنی حس موجب یه احساس میشه، یعنی
sense, sensation موجب feeling and emotion میشه. دو، نتیجه تخیله. من میگیرم میشنم، فکر میکنم غمگین میشم، فکر میکنم شاد میشم، فکر میکنم خشمگین میشم. بنابراین از تخیل و تصور feeling and emotion، احساس و هیجان به وجود. سوم، از یه احساس دیگه است. من نگران و مضطربم، از طریق عصبانیت که آبیست بر روی آتش استراب، استراب و نگرانیم رو کنترل کنم. اینه که هر وقت شما یادم عصبانی دید باید مطمئن باشید میترسه، تهش ترس نشسته. بنابراین یه حالی پیدا میشه مثل عصبانیت یا خشم و عصبانیت که نتیجه یه احساس دیگه است. ولی چهارمی مهمترینه، احساس واقعی از واقعیت علم و عقل میاد، از واقعیت و علم و عقل میاد. این احساسه که عشق رو میسازه، بر این که از حس فقط خوش آمدنه. بسیاری از آدم هستن، زن و مرد هم دیگر میبینن، واقعا از دیدن هم اصلا محو یادم میشه، از زیبایی یا هر چی که اون آدم تصور میکنه یا خوشتیپی، هر چیزی که شما میده. بله، حس موجب اون احساس میشه، تخیل هم میشه. احساس دیگه که مثلا من تنهام، خب یه نفر پیدا شد دیگه از این بعد تنها نیستم، هم میشه. اما بزرگترین عاملی که عشق رو میسازه بر اساس اون تعریفی هم که خدمتتون عرض کردم، واقعیت و علم و عقله. حالا اشکال کار ما این است که تا به امروز، تا 200-300 سال قبل، از 100,000 نفر آدم دنیا یه نفرم عاقل نبوده. عقل یه پدیده کاملا تازه است. عقل، rational mind و thinking که امروز مراحلش رو میشناسیم، از 7 سالگی سرکلش پیدا میشه، از تولد شروع میشه، ولی 7 سالگی مثل یه ساقه از زمین میزنه بیرون و تا 18 یا 22 سالگی مراحل مختلف رو طی میکنه تا به فرمال اپریشنال استیج یا پست فرمال اپریشنال استیج میرسه. دقیقا مسیرش رو میشناسیم. در گذشته عقل نبوده، چون عقل نبوده عشق هم نبوده. در گذشته عقل نبوده یا ما عقل رو نمیشناختیم؟ عقل نبوده، عقل اصلا نبوده. نه، عقل رو میشناختیم و نشناختیم. اون یه قصه دیگه است. عقل وجود نداشته، عقل خیلی خیلی کم بوده. برای که امروز اون چیزی رو که رشد عقلی میشناسیم، جان فروزنده، میدونم اون چیزی که رشد عقلی میشناسیم و عقل میشناسیم یه پدیده کاملا تازه است. باز جمله رو تکرار میکنم، از 1,000 نفر 10,000 نفر در گذشته 1 نفر عاقل نبوده. امروز فرض بر این که در این کشورهای یه ذره پیشرفته 20% مردم عقل دارن، 20% مردم هم نیمه عقلی دارن. عقل یعنی چی؟ rational mind و thinking چیزی میتونم توضیح بدم، ولی 60% هنوز ندارن. عقل 5-6 تا چیزه. 1، خودش یه آگاهی است که آدمی که عقل نداره نداره. فرض بفرمایید من شما ریم توی اتاقی، همه چیز خاموشه، من نمیفهمم کی اونجاست، چراغ روشن کنین میره. 1-2، به روابط پنهان اشیا پی میبره که رابطه ریلیشنشیپ اشیا اون که پنهان کدام. 3، به قوانین پنهان اشیا پی میبره. 4، جنبه ترازو داره، اسکیل، همه چیز رو میتونه اندازه بگیره مثل یه وزن ترازو. 5، توانایی تعریف مفاهیم کلی رو داره، یعنی یه سیستمی از دانایی داره که واژه ها اینجا جا گرفتن تعریف داره. ببخشید. مورد بعد جنبه تجرید و انتزاع داره که برجسته ترینش عدده. برجسته که شما در بچه ها تا 6-7 سالگی عدد نمیفهمن، حیوانات عدد نمیفهمن، تا 2 یا 3 بیشتر نمیاد، غیر از یه استثنا که تا 4 میاد که کلاقه. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که من و شما با عدد روبرو هستیم. یاد استاری باشه، چیزی به اسم 5 تو دنیا وجود نداره. هیچ کس نمیتونه به من 5 رو نشون بده. شما به من میتونید 5 تا صندلی، 5 تا میز نشون بدید، شما میتونید 5 رو بنویسید، اما چیزی به اسم 5 وجود خارجی نداره. تازه بالاتر از اون، 11 سالگی من و شما به یه جایی میرسیم که توان اینو پیدا میکنیم، وقتی مرحله کانکریت اپریشنال استیج میرسیم که میتونیم منهای 5 و منهای 7 رو بفهمیم. من و شما به عنوان انسان میفهمیم منهای 5، منهای 7. ولی اصلا یعنی چی منهای 5، منهای 7؟ چیزی که نیست دیگه نیست یعنی چی؟ برای ما مفهومه ولی نیست. یعنی میخوام بگم شاهکار اون عقله اونجاست. به همجاست که بالاترین آدم عاقل کسیست که ریاضی میدونه، بیشتر از همه کسیست که فلسفه میدونه، ببخشید هندسه میدونه، حساب استدلالی میدونه، برای که اونا مبانی اصلیست. به همجاست که بالای سر سردر یونان نوشتش تو چی؟ اکادمی یونان. هر کس هندسه نمیدونه وارد نشه. برای اینکه اصولا عقل یعنی ریزنینگ، استدلال، و شما تو هندسه بیش از همه جا دارید. شما میاد میگید که عشق تا
تاج سر عقله. بله، یعنی اگر عاقل یعنی نباشید عاشق نمیشید. بسیار. با این تعریفی هم که از ویژگی‌های عقل گفتید قبلا در 300 سال پیش خیلی کم کم بوده. خب حالا هم که کمتره که با این تعریف. نه آخه این ویژگی‌هایی که شما شمردید بعد ربط عقل به عشق، نه اونو میتونم بدم ولی بذار سر عقل بمونه. ببینید جان به فروزنده، شما روزی که راجع به عقل صحبت کنین، شما اگر آدمی هست اصلا ریاضیات، یعنی چه ریاضیات که علم نیست، ماتماتیک علم نیست، ماتماتیک یه نوع فعالیت مغز یا فعالیت ذهن یا یه فعالیت عقله. استدلال اونجاست، بنابراین ماتماتیکه. عدد اصلا از همونجاست و بقیه چیزهای اندازه و درصد که اصلا علم هم هیچ چیز جز توری احتمالات پروبابیلیتی نیست. دوم فیزیکه، شیمیه، بیولوژیه. بنابراین دانش امروز ماست که به ما ذره ذره عقل رو میرسونه و میکشونه. تعجب نکنید مورد بعدیش ورزشه، سپورته. یعنی روزی که شما درگیر بسکتبال و فوتبال میشید، شما با قوانین طبیعت بیش از هر جای دیگه آشنا میشید. اینی که مطالعات علمی نشون میده بعد از تولد فقط در دو حالت که قبلا فکر نمیکردن سلولای مغزی تولید میشه، یکی از طریق نیو اکسایتینگ اکسپریانس تجربیات تازه، دوم از طریق ورزش و اسپورت. علتش این است که او بیش از هر چیزی شما رو با واقعیت آشنا کنه. مطلب بعد تعجب نکنید، موسیقی است، نواختن آلت موسیقی، یعنی اون زمینه دیگر انسانی که دفعه درها رو باز میکنه. بعدن هر نوع سیستمی که منو شما رو آروم کنه، ریلکسیشن یا هر چیزی، یوگا که سیستم رو آروم میکنه و نظم رو در مغز برقرار میکنه که معادل خوشبختیه، حل مسائل و حل فرض کنید جدوله، چیزهای از این قبیل که سیستم استدلالی رو درگیر میکنه. حتی مسابقه 20 سالی است. ببینید شما در اینجا یه تجزیه و تحلیل عقلی میکنید که یه چیزی رو من برای شما در نظر میگیرم که قاعدتا شما بعد از 12 تا سال باید پیداش کنید یا حداقل برسید دور اون منطقه، برای که استدلال عقلی است. الان من و شما چه میکنیم جان فروزنده؟ اگر الان یه دوستی در ایران تصمیم بگیرن برای هستالی نامه بفرستن، فقط کافی است که مثلا به یه شهر لس آنجلس اشاره کنن، به آدرسی که در اینجاست، یه شماره جناب فروزنده، یک مثلا لس آنجلس یا یه زیپ کد، وسط ده ها ای بسا میلیارد آدرس، این میاد اینجا برای که کار عقلی است که پست پوره کرده. شما الان از اینجا با یه تلفنی یه مقدار شماره میگیرید، با عزیزتون در ایران صحبت میکنید، برای که جهان این چنینه. با آدم عاقل کسیست که توان نگاه کردن به این واقعیت ها رو داره و به همین دلیله که روزی که اون احساس و هیجان ویژه، نه از طریق ترشح دوپامین، از طریق علم و عقل و واقعیت میاد، دو تا آدم به هم علاقه مند میشه. حالا دیدین این بحث دو جلسه که سهله، من فکر میکنم 20 جلسه هم اگه ما بریم جلو با این جاده هایی که توش شما باز میکنی که همش جالبه و همش احتیاج داره که بدونیم اینها رو، طول میکشه و فکر میکنم یکی از ارزنده ترین مباحثی است که با توجه به آقای جناب عالی میشه مطرح کرد. ولی چون در دقایق پایانی هستیم، بیننده ارجمندی، یعنی دو تا بیننده تکس فرستادن برای من، براتون میخونم. میگه وقتی که سکشوال فیلینگ، بنابراین از حرف شما اینجور نتیجه گرفتم، وقتی که احساس جنسی وجود نداره بنابراین عشق هم وجود نداره. آخه احساس جنسی وجود نداره مثل این که بگید آدم ها نفس نمیکشن. احساس جنسی وجود داره، به من شده یا انحراف پیدا کرده، برای که ببینه جا ناتوانی اومده به دنبالش. آخه ناتوانی باز از میانش نبرده. فرض بفرمایید که من و شما یه زمینه طبیعی داریم، اگر پنهانش میکنیم، اگر کوبیدیمش، خب اونی قصه دیگر است که میشه راجبه صحبت کرد. ولی اگر دوست عزیزی که میفرمایند این است که یه آدمی هیچ نوع تمایلات جنسی برش ضعیفه، معلوم از عشق خبری نیست. ولی دوست را اگه دوچار بیماری قند شدید، در یه مراحلی تمایلات جنسیتون هم تمایل جنسی از وی ناتوانی پیدا میشه، ولی تمایل هست، تو دنیای ذهنتون هست، تو خیالتون هست، یعنی میتونید با یه شاخصایی اونو ابراز بکنید. نه با خود هم رابطه جنسی، ولی رابطه جنسی به صورت کامل به طرف مقابلتون چجوری چه تغییری در رابطه پیدا میشه؟ نه ببین، ما راجع به عشق داریم صحبت کنیم، اون احساس دارید، اون میل رو دارید، دلتون میخواد آدمو بغل کنید، دلتون میخواد باهاش رابطه داشته باشید، خب نمیتونید.
مثل این که از راه بنابراین عشق هست هنوز معلوم سر جاشه. بنابراین ناتوانی جنسی و یا مواردی از این قبیل که نفی این حال انسانی نمی کنند. بله به جان به فروزنده، اگر بپذیریم که به نظر من باید بپذیریم که اینا تو مغز من و شما کار گذاشته شده، چاره ای هم ازش نیست. ببینید من و شما اگر اینقدر تریاک الان من و شما بخوریم میمیریم، ولی آدم هایی هستن که ذره تریاک خورن، حالا اگر نخورن میمیرن. خب این که سیستم رو شما به هم بریزید بحث من نیست، ولی شما به صورت معمولی و عادی که با موضوع برخورد میکنید طبیعی، این که آدم ناتوانی جنسی داشته باشه، این که انسان به دلیل آسیب تمایلی نداشته باشه، این که از زن یا مرد متنفر باشه، اونا رو میشه فهمید، ولی اونا آسیبه. درست امیدوارم کسی از ذهن مثل چشمی است که نمیبینه، خب برای که کور شده، برای که اون حداقلی که باید باشه کار نمیکنه. عشق با دوامه؟ حتما میتونه باشه، اگر عشقی باشه، عشقی باشه، تاج سر عقل باشه، و اون آموختنی ظرفیته. حالا دفعه بعد درس خواهم کرد. یه ظرف مثل هستالی پیانو بلدی بزنی، پیانو باشه میزنی، نباشه نمیزنی. برای این آدمی که ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری داره، ممکنه دو سال هم عشق نداشته باشه تا طرف پیدا بشه، بعدم ممکنه بره تو عشق بیاد بیرون. چرا؟ برای که it's a feeling and emotion. شما میری توی عشق و میاد بیرون، برای که احساس پایین و بالا میره. من به پایان وقت رسیدم دکتر. وقتی میگیم که عشق، شما میفرمایید عشق آموختنیه، یعنی چی؟ یعنی تو مدرسه باید؟ نه تو مدرسه نیست، نه همه جا میشه، ولی اساسش چند چیزه. بعدن از خواهم کرد که تو 8 سال اوله که باید آموختش، ولی بعدن باید بره بیاموزید. یه جهان بینی و فلسفه داره، یه نظام باورها و اعتقادات داره، یه مایه های علمی داره، یه مایه های حسی داره تا اون احساس مطرح بشه. به همین جاست که وقتی که اریک فرام کتاب هنر عشق ورزیدن رو آورد، یه بحث تازه‌ای بود که عشق یه هنری است باید آموخت. شما چگونه میتونید پیانیست یا ویولونیست بشید؟ یه هنر، یه شرایطی داره. شما اگر یه آدمی هستید که انسان رو بد میدونید، اگر یه آدمی هستید که انسان رو چنین و چنان میدونید، معلومه ظرفیت عشق ورزی ندارید. اگر شما باورای از این قبیل دارید، به همین جاست که عشق برای یه آدمی که یه جهان بینی غیر انسانی داره اصلا معنایی نداره، تبدیل میشه به یه چیز سطحی گذرا، یا اون عشق دوپامینی که میاد تو میره دنبال کارش، یا عشق مثل بسیاری با رابطه جنسی اشتباه میکنن. تو سلسله نیازها بعدن عرض خواهم کرد که تو سلسله نیازها یه جا رابطه جنسی نشسته در نیاز یک، یه جا نشسته تو نیاز سه، و این تفاوتی است که شما تو رابطه جنسی آدما میتونید ببینید که پاسخ به چی دارن میدن. یه دفعه به عنوان یه نیاز فیزیکی است، در حالی که یه عده وارد مرحله احساسی عاطفی میشن، که آقایون بیشتر تو اولی هن، خانم ها بیشتر تو سومی. دوام از همونجا شروع میشه که آقایون به مسئله فیزیکال و مکانیکال بیشتر نگاه کنن، نمیگم کاملا، و خانم ها بیشتر احساسی عاطفی، و این تفاوت ها رو اونجا حالا تو فرصت های بعدی. یعنی بنابراین خانم ها، زن ها با این تعبیر شما عاقل ترن، چون شما گفتید که عشق تاج سر آمادگیشو بیشتر دارن، ولی متاسفانه میدونم آقایون بهشون بر میخوره. امروز مطالعات علمی نشون میده خانم ها از نظر حس و از نظر احساس و از نظر عقل از آقایون، از مردا جلوترن. دختر بچه از پسر بچه جلوتره. دکتر وقت به پایان رسید، این حکایت هم شما کوچه اول هستیم، به امید دیدار شما در هفته آینده. با کمال میل.